ضمن عرض خوش آمدگویی به همه مهمونای برنامه امروز، من خودم به شخصه خیلی خوشحالم که در خدمت تک تک شما عزیزان هستم. ممنون که وقت گذاشتین و در این جمع حضور پیدا کردین. لطف کنین در طول برنامه سوالاتی که در رابطه با موضوع برنامه هستش رو در قسمت چت با ما به اشتراک بذارین. من به ترتیب سوالات رو بدون اسم براتون میخونم و خانم دکتر هم در مورد هر سوال به ما توضیحات جامع رو خواهند داد. در آخرم به اطلاع همه برسونم که این برنامه ضبط میشه و اگه مایل هستیم میتونین در انتهای ایمیلتون رو با ما به اشتراک بذاریم که ما لینک ضبط شده رو براتون بفرستیم. جوانای ما به خصوص سوالاتی دارن در مورد مطلب هویت، مقام انسان، هویت انسان. منتظرم ببینم آیا سوالاتی مطرح میشه اول کار، اگر که نه من یه مقدمه مختصر میگم برای دوستان تا اینکه بعد سوالا مطرح بشه. بله خانم دکتر، فعلا سوالی نیستش. برای من مسئله پرورش اطفال خیلی اهمیت پیدا کرد و همینطور که با بزرگ شدن بچه های خودم در این مورد تحقیق میکردم و یاد میگرفتم و بعد همراه اونا کلاس های درس اخلاق و اینا رو اداره میکردیم و تحقیق میکردیم، متوجه شدم که یک شکاف خیلی بزرگی وجود داره بین فهم ما از تعالیم امر و بعد علمی که در اون زمان معمول بود. پیش خودم گفتم خیلی خوب، پس الان خوب موقعی که من برم ببینم که چجوری میشه از مفاهیم امری استفاده کرد، علم روانشناسی رو در اون آینه، در اون مقطع فهمید. اون موقع اصلا به کلی دنیای روانشناسی در غرب حتی قبول نداشت که اذعان کنه خدای وجود داره، یعنی خدا که مرده بود، خودشون میگفتن God is dead. و اصول اخلاقی اجتماع و ارزش‌های اجتماعی فوق‌العاده ماده بود، به طوری که تأثیرش رو توی کلاسی که ما داشتیم میدیدیم. برای اینکه یه سال نگذشته 90% شاگردای کلاس از همسراشون جدا شدن، اصلا ارزشی برای ازدواج، اساس خانواده اصلا نداشت. من با چه شوقی میدویدم که برم محفل که یه مقداری قطنمامو جا به جا کنم که معلوم بشه که حقیقت کجاست، واقعیت چی چیه، انسانیت چیه، علم چیه، دین چیه، اینا رابطهشون با هم دیگه چیه. و این مقابله و مقایسه از همونجا برای من فوق‌العاده جالب بود و شروع شد. در مکاتب روان درمانی اصلا صحبتی از تفکر نبود، بیشتر تمرکز روی احساسات انسان بود. خودم گفتم الواح آثار ما راجع به فکر صحبت میکنه. حضرت عبدالبها میفرمایند حقیقت انسان تفکرشه. Man's reality is his thought. پرستاک خطابات. پس اینا چطوره که اصلا راجع به فکر هیچ چیزی نمیگن؟ وقتی مناجات ها رو که بخونیم، مناجات های بهایی همش تفکر الهی هستش که به ما مدل های مختلف رو یاد میدن که چجوری ما مشکلی رو که داریم در چه قالبی این مشکل رو بریم بذاریم و توی این قالبه مشکلمون رو بسنجیمش که بتونیم بفهمیمش، با نظر حق بتونیم بفهمیمش. یعنی اینا چطوری که اصلا فکر براشون مسئله نیست. سالهای سال گذشت، دیدم داره این مکاتب جدید همینجوری یواش یواش به جهت تعالیم امر حرکت میکنه، منتها خیلی آهسته. مثلا CBT Cognitive Behavioral Therapy به وجود اومد که یه دفعه متوجه شدن که انسان ها فکر میکنن و وقتی که فکر میکنن میتونن فکرشون رو عوض بکنن و اگر که فکرشون رو عوض بکنن چطور میشه، مشکلشون کجا میره. ولی در کنار اون مکاتب دیگری هم دائم داره به وجود میاد. این مسئله تفکر رو من میخوام توضیح بدم. در فهم ما از امر مبارک به ما یاد میدن که ما با تغییر دادن تفکر خودمون، یعنی با اینکه بتونیم تفکر دیگری راجع به یک مطلبی داشته باشیم، میتونیم از تو چا بیرون بریم، راه رو پیدا کنیم. ستاره پنج پری که شما در مقابلتون میبینید برای فهم ما از امر مبارک و هم برای فهممون از علم، هر دوتاش کار میکنه. در مکاتب روانشناسی فقط یک نوع سلف یا شخص و هویت برای انسان قائل هستن و هر کسی این هویت خودش رو جدا میدونه از بقیه، در مقابل بقیه، در رقابت با بقیه میبینه. یادم میاد اولین بار یک کنفرانسی توی سان فرانسیسکو بود،
چیزی که در اینجا میخواست مطرح بشه برای اولین بار مسئله سپیرچوالیتی بود و روان درمانی. یک روانشناسی بود از ایتالیا، خیلی با شجاعت و جرأت بدین جمع 300-400 نفری گفتش که شماها امریکایی‌ها خیلی مسئله سلفتون، یعنی خودتون، براتون خیلی خیلی مهمه و این خود جدایتون رو که از دیگران جدا میبینید خیلی خیلی مهم میدونید و توش گیر کردین. در حقیقت من میخوام به شما یه چیزی بگم که شاید خیلی خوشتون نیاد و اون اونه که اصلا ما همه یکی هستیم. شلوغی بلبشوی توی این جلسه 300 نفری به حالت اعتراض به وجود اومد، براشون قابل فهم اصلا نبود که چطور ممکنه که ما یک نفسی داشته باشیم، نفس واحدی داشته باشیم که در اون نفس با هم دیگه شریک بشیم. حضرت دوبا حضرت ولی امرو خیلی قشنگ اینو بر ما واضح میکنن، میگن هر انسانی دو تا نفس داره، یکی نفس والاشه یکی نفس مادونشه، بسته به اینکه از کدوم از این نفسا سوال بکنه و جواب بگیره به راه میره یا به چاه میره. این دوتا با هم دیگه دائم در وجود انسان مشغول کشمکشن، مشورتن، صحبتن، رابطه دارن با هم دیگه. توی اشعار فارسی ما میگن آدمی زاده طرفه معجونیست که از فرشته سرشته و از حیوان. این گر کند میل این شود پس از این بر کند میل آن شود به هزان. یعنی این مسئله اختیار اینجا نقشی بازی میکنه و این اختیار بین اینه که ما کدوم یکی از این دو نفس رو انتخاب بکنیم برای جواب سوالام. مثال میزنم، فکر کنید توی جمعی یه دی دور هم دیگه نشسته باشن در یک دایره، یه نفری اون گوشه این دایره یه لبخندی میزنه. سوالی که از خودمون میپرسیم اینی که در مقابل این لبخند ما چه احساسی میکنیم. همه وقتی که سوال میکنم معمولا میگن خب خوشحال میشیم. میگم خیلی خوب، حالا که خوشحال شدین چیکار میخواین بکنین؟ یعنی نیت شما، قصد شما چه خواهد بود؟ میگن خب میخوایم ما هم به طرف لبخند بزنیم. میگم خب پس عمل شما چه خواهد بود؟ میگه خب ما لبخند بزنیم. میگم خیلی خوب، حالا آیا امکان داره که همین نفری که اونجا تو اون جمع نشسته و لبخند زده باعث بشه یه نفر دیگه ای تو این جمع برعکس این که خوشحال بشه چندشش بشه؟ همه میگن آره. میگم خب این کسی که چندشش شد چیکار میخواد بکنه؟ میگه اون خب میخواد روشو بکنه اون ور، نگاه نکنه. میگه خب چیکار میکنه؟ میگه روشو میکنه اون ور، یعنی قطع رابطه میکنه. حالا سوالی که برای ما همه مطرح هست این که خب این لبخنده که یکی بود فرقی نمیکرد، یعنی دنیا در اون لوح دنیا میفرد. دنیا اتفاقاتی که درش میفته همه براشون میفته. الان کووید 19 برای خیلی مسائل پیش آورده، ولی همه مردم دنیا یک جور به این مسئله نگاه نمی کنن. عکس العمل مردم، قصد مردم، نیت مردم، احساسات مردم نسبت به این مسائل یکی نیست. دلیلش برمیگردیم روی اصلی که حضرت عبدالبها فرمایند حقیقت ما فکر ماست و فکر ما ارتباطی داره با مغز ما ولی یکی نیستن. من یادم میاد توی جلسه یک از روانشناس های معروف دکتر دانیل سیگل که در UCLA درس میده هنوزم، برای اولین بار یه کتابی نوشته بود، داشت این کتاب رو توضیح میداد، The Developing Mind اسمش بود. و برای اولین بار من احساس کردم ضمن حرفاش مغز رو یه مقداری از فکر و مایند و روح جدا کرده. تعجب کردم، بودم ای چه جالب، تا اون موقع غیر از مغز دیگه چیز دیگه وجود نداشت. حالا یواشکی داشتن اینو جداش میکردن. بعد از مدتی و با آشنایی با دیانت بودایی مسئله مدیتیشن و مایندفولنس رو خیلی با احتیاط بدون ذکر دیانت بودایی اینو به عنوان یک وسیله آسایش و آرامش درون این رو معرفی کردن. برای اینکه میدونستن که اگر اسمی از دیانت بودایی ببرن در یک مملکتی که اصلا جرأت نمیکرد کسی به خصوص در مدارس یا مریض‌خونه ها یا دانشگاه ها اسمی از دین بیاره، حتی دین مسیحی رو هم بیاره، میدونستن که این نمیتونن اینو در بازار بفروشنش. تا این سالهای اخیر، همین اخیرش شروع کردن که یک سایکولوژی به اسم سایکولوژی بودایی وجود داره. حالا خیلی جالبه برای ماها که باهایی هستیم، میدونیم که ادیان یک سیر تکاملی دارن. دلیل این که ما ادیان مختلف رو داریم برای که هر دینی به مقتضای زمان خودش مسائل آن زمان رو بهش رسیدگی میکنه. در زمان حضرت بودا
علمی به اون صورت وجود نداشت که بخوان مردمش با مردم الان قابل مقایسه باشن، نیازهاشون، احتیاجاتشون، چه از نظر روانی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر علمی، چه از نظر مادی، اصلا قابل مقایسه نبود. اخیراً یک مکتب جدیدی به وجود اومده به نام IFS یا Internal Family System که این شکل خانواده نگاه میکنه، میگه مثل اعضای خانواده در درون انسان هم قسمت‌های مختلفی وجود داره، ولی یک حقیقتی، یک نفسی وجود داره که این نفسه شاید یه چیزی باشه شبیه خدا. اشکال بزرگی که این فلسفهشون در حال حاضر داره، میگن که این نفسه کامله، احتیاجی به تعلیم نداره، احتیاج به یادگیری نداره، احتیاجی به هیچی نداره، این کامله، همه چی رو میدونه. خب ما میدونیم که در امر بهایی انسان از نظر جسمی 2 سالش میشه میدوه، بعد یواش یواش 4-5 ساله میشه، اختیارات جدیدتری داره، یه توانایی بیشتری داره، میتونه مثلا تخیل بکنه، مثلا سنین نوجوانی سوالات بیشتری براش پیش میاد، به خصوص مسئله هویتش براش خیلی مهم میشه که بدونه من کیم، کجا آمدم، به قول رومی روزها فکر من آنست و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. اینا سوالات یواش یواش برای شخص پیش میاد، ولی از نظر جسمی خب رشدش رو میکنه و نمیتونه نکنه، اختیار اینکه پیر بشه یا نشه رو نداره، روز به روز قوای بدنیش به حد اعلا میرسه و بچه هم نزول میکنه و تا بالاخره که به مرحله مرگ میرسه و از این عالم میره. و سوالی که براش پیش میاد اینه که من چیکار کردم با این زندگی؟ موقعی که دانشجو بودم گفتم اوه کی موقع این دانشجویی من تموم میشه برم کار بگیرم، موقعی که کار گرفتم وای این کاره چه موقع تموم میشه من یه ذره برم برای خودم بگردم، حالا کی میشه که من این بچه‌هام بزرگ بشن بتونم آزاد بشم، بچه‌هام رفتن حالا افتادم سر رخت خواب، پیشخواب نگاه میکنم ببینم پس زندگیم چی شد. یعنی مسئله سوالی که زندگی برای چیه با همه هستش، جوابایی که پیدا میشه خب بسته به این که ما راهنمامون کی باشه، به کدوم مأخذی رجوع بکنیم، متفاوت بوده و متفاوت هست. در حال حاضر به خاطر عدم اطلاع و روشنی مکاتب روانشناسی از حقیقت روحانی انسان، توجهی بهش نمیشه و راه و چاه هم بر اساس اون تمیز داده نمیشه. هرچی که نفس مادون انسان تقاضا میکنه، میبینه، باش کلنجار میره، براش ایجاد اشکال میکنه یا به نظرش نو میاد و جدید میاد و برق و زرق هم چی داره، این شروع میکنه بهش گرویدن. به ام نگاه میکنی و به مکاتب روانشناسی نگاه میکنی، میبینی خیلی تیکای مهمی غایبن اینا. مثلا مسئله تایید، از عبدالبها میفرمایند بدون تایید الهی هیچ کسی نمیتونه که اصلا موفق به هیچ کاری بشه، طلب تایید کردن، یعنی دائم از ما میخوان که این رابطه خودمون رو با خدا یادمون باشه که ما اینجا تنها نیستیم، بیکس نیستیم، سر خودمون نیستیم، بلکه یک مأخذی داریم. ما در حقیقت گفته خیلی زیبای دوست عزیزم قادر سعیدی، یه آینه هستیم، آینه ها با همدیگه متفاوتن ولی نوری که این آینه منعکس میکنه یکی هستش. مقصد این آینه، منظور از این آینه اینه که این نوره رو بتونه منعکس کنه. حضرت عبدالبها هم به همین مسئله اشاره میفرمایند. بعد میفرمایند ولی اونایی که از این نور برخوردار هستن باید بتونن با نهایت محبت، شفقت، لطافت، صبر، حوصله بقیه رو هم به طرف این نور بکشن. حضرت ولی امرالله میفرمایند تنها راهش هم اینه که مثال ما چطوری باشه. یه مطلبی که برمیگرده به مسئله هویت انسان، این خدایی بودن ما، چجوری ما خدایی هستیم. مناجات هایی رو که به ما دادن به ما یاد میدن تفکر خدایی چطوری هست. موقعی که از یه چیزی ناراحتیم، اضطراب داریم، چجوری باهاش روبرو بشیم، چه افکاری میتونه ما رو به خدایی بودنمون نزدیک کنه و از توی چاه در بیاره. این مطلب که همیشه خدا با ما هست نقش خیلی مهمی بازی میکنه در عرفان امر و در عرفان اسلامی، ولی در ادیان قبل خیلی خیلی ضعیفه این مثلا. یه داستان خیلی جالبی از رومی میخواد براتون بگم. این رو یادم میاد جناب اشراق‌آوری که در ایران شاگرد ایشون بودیم و چه دریایی بود
که وقتی به موج میافتاد اصلا آدم نمیدونست کدوم وری بپره. میفهمیدن که این شعر به خصوص رومی یکی از اشعار رومیه که اسم حضرت بهاءالله رو یاد میکنه تو این شعر، و این شعر داستان سلطان محمود رو تعریف میکنه با پنج دوست. که آره، یه شبی تو تاریکی محضی که در اون موقع در ایران بوده، سلطان محمود حواس میکنه بره ببینه توی شهر چه خبره، چی میاد چی میره. یا میبینه که یه 4-5 نفری جوونی دور هم دیگه جمع شدن و مثل که یک مشورتی دارن میکنن و یک نیتی یا قصدی و برنامه دارن. نزدیک میشه و میبینه که اینا دارن یه نقشه میریزن که برن به خزینه پادشاه دست برد بزنن. گوش میده، میبینه که هر کدومشون دارن یه جوری از خودشون تعریفای میکنن، در حقیقت فضائل خودشون رو، قدرت‌های خودشون رو ذکر میکنن. یکشون میگه که آره، من یک قدرتی دارم هست که وقتی که یک حیوانی از بر من رد میشه و حرفی میزنه، من میتونم بفهمم که این چی داره میگه. اینا میگه خیلی قدرت خیلی خوبه، پس تو واقعا باید جزء ما باشی. یکی دیگه‌شون میگه آره، من این قدرت رو دارم در چشمم که توی تاریکی محضم که باشه میتونم هر چی که جلو چشم میاد اینو در روز میتونم تمیز بدم، تشخیص بدم و میفهمم. نمیگه تو هم خیلی لازمی. یکی دیگه‌شون میگه که آره، من توی این دستم یه قدرتی دارم که اگه بخوام یه تنابی رو بندازم انقدر میتونه بالا بره که به هر برجی باشه میتونه گیر کنه و بکشم بالا برم. اونی که میگه واو، این که خیلی عالیه. اون یکی هم میگه آره، من یه قدرتی دارم توی دستم که اگه یه مشتی بذارم دیواره هر چقدرم که کلاف باشه از هم میپاشه و ما میتونیم بریم. خلاصه هر کدوم اینا تعریفایی از خودشون میکنن. نگاه میکنن میبینن که این یکی جوونه که اینجا ایستاده، میگه من میتونم با شما بیام شاه محمود؟ میگه میگن آره، تو چه هنری داری؟ یه ذره فکر میکنه چی بگه، چه هنری داره. میگه آها، من این سیبیلم یه قدرتی داره که اگر به جنبونمش هر گناهکاری که باشه نجات پیدا کنه. میگم بح، خیلی خوب میشه اگه ما گرفتار بشیم، واقعا این هنر تو رو ما لازم داریم. خلاصه با همدیگه راه میفتن و وسط راه که داشتن میرفتن یه سگی رد میشه و باغواقی میکنه. اینا از این یارو که گفته بوده من زبون حیوانا رو میفهمم میگن که این چی داره میگه؟ میگه که این میگه که شاه با شماست. اینا میگن بابا تو هم دیگه بهش درده نمیخوری، شاه با شماست. یعنی چی؟ گوش نمیکنن. میرن و خلاصه هر کدوم هنرهای خودشون رو به کار میبرن. شاه محمود هم همه رو قشنگ نگاه میکرده، میدیده اینا رو دیگه باشون رفیق شده بوده و خلاصه خزانه شاه رو همه خالی میکنن و هر کدوم برای خودشون سهمشون رو میبرن. و فردا صبح شاه محمود میفرسته تمام اینا رو میارن میشونن اونجا. و یکیشون هی نگاه میکرده به خودش میگفته ولی این صورت این شاه خیلی به نظر من نزدیکه. یه دفعه به مغزش میرسه که این شاه با ما بوده. خلاصه با یه جرأتی به خودش میده، میگه قربان، ما یه نفر دیگه هم بامون بودش که یک هنری داشتش که اون شخصم باید خودشو معرفی کنه. شاه خلاصه متوجه میشه که شاه رو شناخته و حق داره و راست میگه. بهشون میگه که شماها از قوای خودتون، قدرت‌های خودتون، توانایی‌های خودتون که قرار بود در جهت شایسته و قانونی استفاده کنین، از جهت غیر قانونی و خلاف استفاده کردین و برای همین جرمی مرتکب شدین. من این بار شما رو میبخشم به اون شرطی که از تمام این قدرت‌های خودتون به نفع عالم انسانی استفاده بکنید و حواستون باشه که همیشه شاه با شماست. از عبدالبها می‌فرمایند مناجات کردن در تفکر انسان هست. لازم نیست اصلا چیزی بگی، در فکر ما به یاد خدا می‌افتیم شاه با ماست. سوال اینه که شاه با ما چجوری کمک میکنه که ما خودمون رو راه ببریم؟ ما به چه چیزمون بیشتر باید توجه بکنیم؟ لوحی رو زیارت کردم، لوح حق الناس. حضرت بهاءالله چه مثالهایی در این لوح میزنن، ولی به خصوص در مسئله حقیقت انسان بعد از مرگ و اینکه چه اتفاقی میفته از این همه قوقا و شلوغی و پلوغی و وقتی که صرف میکنیم، چیزایی که به دست میاریم، حسابمون اونور چجوری خواهد شد، این حسابه چجوری منتقل میشه به اونور، چه چیزایی رو ما میبریم با خودمون به اونور که بخوایم روش حساب بکنیم و فکر کنیم و نقشه بریزیم و براش ارزش قائل باشیم. اون چیزی که مسلمه جسممون رو نمیبریم، اون چیزی که مسلمه پولامون رو نمیبریم، اون چیزی که مسلمه خونه و ماشینمون رو نمیبریم. سوال اینه که بس ما چیمون رو میبریم؟ این چه حقیقتیه که وارد اون دنیا میشه و ادامه پیدا خواهد کرد؟
و این سوالا نقش خیلی مهمی بازی میکنه در گفتگویی که ما در خصوص هویت انسان، مقام انسان میکنیم. حالا میخوام ببینم اگر که سوالی پیش اومده وایسیم جواب چند تا سوال بدیم، بعد من راجع به مسئله ای که روان درمانی چطوری به این هویت نگاه کنه بازم میتونم صحبت کنم. باشه؟ بله.